اعلام نتیجه بازخوانی جعبه سیاه پرواز اوکراین. صدای مکالمات کابین خلبان 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اول قطع شد. گزارش جدید سازمان هواپیمایی ایران چقدر به روشن شدن ماجرا کمک می‌کند؟ واکنش یکی از اعضای خانواده قربانیان به این گزارش رو می‌پرسیم و از یک کارشناس ایمنی هوانوردی می‌پرسیم که این گزارش چقدر مطابق آن چیزی است که انتظار می‌رفت. همچنین در برنامه 60 دقیقه امشب افشای رازهای سر به مهر آزاردیدگان جنسی در ایران، شکستن سکوت چه فایده‌ای دارد و قانون چقدر از آنها حمایت می‌کند. مایه گذاشتن از جیب و جان در برابر کرونا، شهروندان از هزینه‌های بی‌حساب می‌گویند. اما اول 50 میلیون پول داده بودن، دو تا آمپول رفته گرفته دونه 20 میلیون 40 میلیون با هزینه داروماروهایی که بهشون دادن اینا جمعا میگفت 95 میلیون حساب شد. و نبرد پاریس سن ژرمن و بایرن مونیخ برای تصاحب جام لیگ قهرمانان اروپا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. جعبه سیاه، مکالمات داخل کابین خلبان هواپیمای ساقط شده اوکراین در آسمان تهران را تا 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اول ضبط کرده. ثانیه های قبل از این که موشک دوم شلیک شده از سامانه پدافند هوایی سپاه پاسداران هواپیما را به گلوله ای از آتش تبدیل کند و جان 176 سرنشین را بگیرد. این بخشی از نتایج بازخوانی جعبه سیاه هواپیمایی است که نزدیک به 8 ماه پیش ساقط شد. این نتایج نشان می‌دهد که هواپیما در مسیری پیش بینی شده و در شرایطی کاملا عادی در حرکت بوده. ایران بعد از مدت‌ها خودداری سرآخر جعبه سیاه این هواپیما را به فرانسه فرستاد. یک گروه بین المللی مسئول تجزیه و تحلیل اطلاعات جعبه سیاه شد با حضور نمایندگانی از ایران، اوکراین، آمریکا، بریتانیا، کانادا، سوئد و فرانسه. بازخوانی جعبه سیاه چه کمکی به کارشناسان کرده؟ بازماندگان آنهایی که کشته شدند چه میگویند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. 7 ماه و نیم از این روز گذشته. روز پرواز 752 که قرار بود از تهران به کیف پایتخت اوکراین برسد. اما هرگز نرسید. و همه کسانی را که انتظار مسافرانشان را میکشیدند برای همیشه منتظر گذاشت. تا امروز یکی از مهمترین بخش‌های این اتفاق روشن شده و بازماندگان می‌دانند که هواپیما با شلیک دو موشک توسط سپاه پاسداران ساقط شده. موشک‌هایی که از خودروهای شبیه به این به سوی هواپیما شلیک شدند. پدافند هوایی تور M1 که سپاه از روسیه خریده بود. داده‌های هر دو جبهه سیاه. حالا حدود 230 روز بعد از آن اتفاق، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در برابر خبرنگاران قرار گرفته تا از نتایج بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی خبر بدهد. به گفته تورج دهقانی زنگنه، جعبه سیاه از 27 تیر تا 3 مرداد بررسی شده. این کار تحت نظر ایران در آزمایشگاه دفتر تحقیقات و ایمنی هواپیمایی کشور فرانسه و با کمک فنی آمریکا به عنوان کشور سازنده صورت گرفته. و نمایندگان کشورهای اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و سازمان بین‌المللی هوانوردی یا ایکائو حضور داشتند. بر اساس گفته‌های آقای دهقانی زنگنه، بررسی جعبه سیاه نشان می‌دهد هواپیما در شرایط پرواز عادی قرار داشته. بعد از انفجار موشک اول، به مدت 19 ثانیه مکالمات کابین خلبان ضبط شده. در این مدت، دو خلبان به همراه معلم پرواز مشغول کنترل وضعیت بودند. در همین مدت معلم پرواز از مشکل الکترونیکی خبر داده. برق کمکی هواپیما فعال شده و هر دو موتور روشن بودند. از اینجا ضبط مکالمات در جعبه سیاه متوقف شده و 6 ثانیه بعدتر از این هواپیما هدف دومین موشک سپاه قرار گرفته. جعبه سیاه این پرواز از همان نخستین روزهای ساقط شدن هواپیما کشف شد، اما ایران برای ماه‌ها حاضر نبود که این جعبه سیاه را در اختیار کارشناسان مستقل قرار دهد. سرانجام فشار گسترده‌ای که بخشی از آن از سوی خانواده‌های قربانیان تحریزی و اجرا شد
موجب شد تا حکومت ایران کوتاه بیاید. در واقع در این مدت که از شلیک موشک به هواپیمای مسافربری گذشته، بازماندگان این اتفاق با کارزاری دنبالدار در تلاشند تا پاسخ ابهامات بیشمار این حادثه را بیابند. تلاشی که این روزها به فعالیتی برای آزادی معترضان به شلیک هواپیما نیز گره خورده، چرا که عده‌ای از فعالان مدنی به دلیل برپایی تجمعی بعد از شلیک به هواپیما با احکام زندان روبرو شدند. و این مرد، حامد اسماعیلیون، که بر اثر شلیک موشک‌های سپاه همسرش پریسا اقبالیان و دخترش ریرا اسماعیلیون را از دست داده، سخنگوی خانواده‌های قربانیان است. آقای اسماعیلیون در آخرین ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، از مأمور یا در واقع اپراتور سیستم موشکی که دکمه شلیک را فشار داده، خواست تا هویت خود را فاش کند. اپراتور، انسان باش و اپراتور باقی نمان. جان دو ماندن سزاوار انسانی نیست که حتی در ظاهر ابراز پشیمانی می کند. نامت را به ما بگو. نامت را به بیرون بازگو کن اگر می خواهی زنده بمانی. گیرم در بند، گیرم زندانی، اما زنده. اپراتور، نامت را بگو و نگذار آسان کشته شوی. نگذار بی نام و بد نام از دنیا بروی. دست کم به خاطر فرزندت. علاوه بر نام این مأمور، پرواز 752 هنوز پرسش‌های بی جواب بیشتری هم دارد که تا اینجا گزارش‌های اولیه از نتایج بررسی جعبه سیاه به آنها پاسخ نداده است. پرسش‌هایی که کماکان روشن نیست راهی برای یافتن پاسخ آنها وجود داشته باشد. کیوان حسینی، بی بی سی. آرش مرتب که برادرش آروین مرتب و همسر برادرش آیدا فرزانه در پرواز اوکراینی جان خودشون را از دست دادند، از تورنتو کانادا با ماست. آقای مرتب، شما از این نتایج چه برداشتی دارید؟ چی فکر میکنید درباره آنچه که از بازخوانی جعبه سیاه منتشر شده؟ خب ببینید، الان ایران 6 ماه طول داده دادن جعبه سیاه رو تا الان نشراتی که الان توش هستیم رو، و بعد الان 1 ماه فرصت خریده که گزارش رو منتشر بکنه، و دیروز به اصطلاح کنفرانس خبری که دادن، متاسفانه به دلیل کاستیایی که در قوانین بین‌المللی هست، کشوری که صانعه توش اتفاق میفته مسئول است، و ایران همه کشورهای دیگه منتظر بودن که ایران گزارش رو بده بیرون. و این گزارش رو ببینیم که کی میده. تورج دهقانی زنگنه، یعنی به این سمت آورده شده، نفر قبلی کنار گذاشته شده که این گزارش رو بده. و احساسی که ما گرفتیم از این کنفرانس خبری در واقع یک رفع تکلیفی بود فقط، و یه سری اطلاعات انتشار اخبار به صورت قطره چکانی، و یه جنگ روانی و استراتژی تأخیری که ایران کماکان داره بهش ادامه میده، این رو داره دنبال میکنه. و اسم گزارش جعبه سیاه است و چند دقیقه فقط صحبت هست، نه گزارش کتبی هست. برای یک کیس خیلی خیلی ساده تر، مثلا یه صانعه خیلی ساده 100 صفحه تقریبا گزارش متنی با ارائه و مستندات و شواهد نوشته میشه، ولی انگار نه انگار، یعنی خیلی خنده‌دار هست این کنفرانسی که برگزار کردن بدون هیچ خبرنگاری، بدون هیچ سوال جوابی. و ما حداقل انتظار ترانسکریپت یا متن مکالمات رو داشتیم توی این گزارش، و چیزی که اضافه کرد فقط این بود که حادثه رو خیلی فجیع‌تر کرد. یعنی 19 ثانیه بعد از اصابت این موشک اول نشون میده که زنده بودن مسافرها، و خیلی خیلی یعنی ناراحت کننده تر میکنه اتفاق رو برای ما خانواده ها. و اینکه بگن که آسمان ایران امن هست و تهدید کنن کسانی که اعتراض بکنن به روایت جمهوری اسلامی ایران رو، در واقع هدفشون اینها بود، چیزایی که ما دستگیرمون شد. در این هیئت کشورهای متعددی نماینده داشتن، چقدر اعتماد میکنید به آن چیزی که گفته شده؟ فکر میکنید که کشورهای دیگه با یافته‌های دیگه یا با روایت دیگه بیان جلو؟ 100% ما مطمئنیم که کشورهای دیگه، چون قوانین بین‌المللی اینجوری است که بر اساس قوانین ایران باید اول گزارش رو بده، و همه منتظر بودن که ایران این قدم رو برداره، هرچند این گزارش فقط قدم اول آغاز تحقیقات هست،
و منتظر هستیم که واکنش بقیه کشورها، کشور سازنده هواپیما و اون موتور چجوری تا مثلا 19 ثانیه بعد از انفجار رو تونسته فقط ریکورد کنه، چرا بعد اون رو نتونسته به ریکورد ادامه بده. باید شاید جعبه سیاه آنالیز بشه بیشتر از در کمپانی سازنده. چطور صدایی از مسافرا و خارج از کابین خلبان نیست توی مکالمات اونجوری که گفتن، با وجود اینکه کمربند تا طبق گزارشات قبلی باز بوده و موشک هم خورده شده به هواپیما و داشته برمیگشته، چطور هیچ صدایی بلند نشده از داخل هواپیما، صدای دیگه یعنی این ادعایی که ایران میکنه، دلیل تأخیر چی بوده؟ چرا وقتی سپاه در جواب کشتن قاسم سلیمانی به عراق حمله موشکی میکنه آسمان ایران کلیر نمیشه؟ سوال اول که اصلا به جبهه سیام هیچ ربطی نداره. چرا واحد سیار به اونجا برده میشه؟ افراد خاطی که تا الان بازداشت شدن و میگن که بازداشت شدن چه کسانی هستن و جرمشون چیا بوده؟ اینا همه خیلی سوال ها هست و ما بیانیه ای رو هم در وبسایتمون دقایقی پیش، وبسایت انجمن خانواده، منتشر کردیم که جوابیه ای هست به این کنفرانسی که ایران برگزار کرد و ما خواهان این هستیم که مجامع بین‌المللی مکالمات جبهه سیاه رو هم به طور عمومی منتشر بکنن تا آنالیز بشه توسط محققان مستقل و بین‌المللی. ممنونم از آرش مرتب در تورنتوی کانادا. و اما اندرو نیکلسون مدیر شرکت آسپری فلایت سولوشنز که در مورد تهدیدها علیه خطوط هوایی مشورت میده از بیسینگستوک بریتانیا با ما هستند. آقای نیکلسون، گویا شرکت شما شب حادثه هشدار داده بود به آژانس‌های هوایی قبل از این که البته درباره یافته‌های جبهه سیاه حرف بزنیم. می‌خواستم بپرسم که چطور شرکت شما احساس خطر کرده بود اون شب؟ اطلاعاتی که در اختیار ما بود از طریق اوپن سورس، از طریق منابع قابل دسترسی که ایرانی‌ها عملیات موشکی علیه پایگاه‌های در عراق علیه نیروهای آمریکایی انجام داده بودند، خب خیلی روشن بود. این اطلاعات کاملا واضح بود، شبکه‌های خبری مختلف این رو پخش کرده بودند و این اطلاعات در اختیار همه بود و خب غیر گریزناپذیر بود، اجتناب‌ناپذیر بود که ایرانی‌ها خودشون در اون مقطع در حالت آماده باش شدید باشن و انتظار حمله و انتقام را از جانب آمریکا داشته باشن. بنابراین بلافاصله این سطح ریسک و خطر رو برای هوانوردی در فضای آسمان ایران و عراق افزایش داده بود و ما هم بلافاصله این هشدار رو صادر کردیم و درباره اون به شرکت‌های هواپیمایی هشدار دادیم. پس میشه اینطور گفت که نبستن حریم هوایی ایران در اون شب از طرف مقام‌های ایران غیر قابل توجیهه؟ It is a very difficult lack of action to justify. Yes, I think. توجیه کردنش بله خیلی دشواره. این تعلل رو توجیه کردن دشواره. وقتی که چنین اتفاقاتی افتاده و قاعدتاً باید که نیروهای نظامی با مقام‌های هواپیمای کشوری و کنترل پرواز هماهنگی داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که هواپیمای کشوری غیر نظامی ایمنی اون در بین اولویت‌های اصلی اونهاست، قبل از اینکه حتی قبل از اینکه اقدام نظامی بکنن، در حالی که ایرانی‌ها این چنین نکردن. یافته های جعبه سیاه که تازه منتشر شده خصوصا از طرف ایران، از نظر شما چیز تازه‌ای داره؟ I don't think we learn anything new and فکر نمی‌کنم چیز تازه‌ای از اون یاد می‌گیریم و فکر می‌کنم که این سطح شک و تردیدی که وجود داره نسبت به این گزارش قابل فهم و قابل درک باشه. اولا 6 ماه طول کشید که ایران این داده‌ها رو در اختیار دیگران بگذاره، در اختیار فرانسوی‌ها بگذاره و بعد این گزارش گزارشی که منتشر شده گزارش خب غیر متداولی هست به این صورت منتشر شدنش رو. و بعد ایرانی ها هنوز
گزارش ندادن که قبل از اینکه شلیک اتفاق افتاده یا بعد از اینکه شلیک اتفاق افتاده دربارش گزارش ندادن، مثلا بحث هماهنگی احتمالی بین نیروهای نظامی و کنترل پرواز و اینکه آیا ایرانی ها میدونستن که اصلا در چه مقطعی میدونستن که این تراژدی، این فاجعه اتفاق افتاده بوده. با یکی از بازماندگان و بستگان یکی از این کشته های هواپیما صحبت میکردیم، اونها هم میگفتن که سالهای زیادی هست. از نظر فنی امکان داره که مثلا بخشی از اطلاعات جعبه سیاه در اختیار کارشناسان قرار گرفته باشه، نه همه اون؟ I'm afraid that's an error outside my expertise. How they deal with a black box. اینکه چگونه برخورد میکنن با اطلاعات ضبط شده روی جعبه سیاه، این خارج از حیطه تخصصی منه و کار اون سازمانی که بررسی میکنه، تحقیق میکنه. فکر میکنم که در آینده خواهیم یا دونست، مخصوصا اگر فرانسوی ها گزارش مشخص خودشون رو منتشر کنن، احیانا با همکاری با کانادایی ها و اوکراینی ها، که فکر میکنم این خیلی احتمالش بالا باشه که فرانسوی ها گزارش خودشون رو منتشر کنن و اون وقت این به اطلاعات ما اضافه خواهد کرد. و فکر میکنم که به عنوان یک نمونه از چیزی که ممکنه که ببینیم چی خواهیم دونست در آینده، میتونیم نگاه کنیم به کاری که هلندی ها کردن در مورد هواپیمای خودشون که در اوکراین سرنگون شده بود، که کمپانی من هم، شرکت من هم در اون نقش و همکاری داشت، ولی خب هنوز وقت لیانس هست برای اینکه بفهمیم چه خواهد شد. خب گام بعدی چی میتونه باشه؟ فکر میکنید که پرونده بعد از این وارد چه مرحله ای میشه؟ انتظار من اینه که شاهد، همونطور گفتم، گزارشی باشیم دست کم از جانب مقام های فرانسوی درباره تحلیلشون روی جعبه سیاه، و امیدوارم که اون وقت دعوت بشه از یک هیئتی که بیا تحقیق مستقلانه کنه روی اتفاقاتی که افتاد قبل از شلیک و بعد از شلیک، برای اینکه سوال های بسیار بسیار زیادی بی پاسخ موندن اینجا، و بسیار بسیار مهمه که صنعت هوانوردی جهانی از این رویداد درس لازم رو بیاموزه تا اینکه اطمینان حاصل بشه که دوباره تکرار نخواهد شد. بنابراین اون گزارش خیلی حیاتی خواهد بود اگر که انجام بشه و منتشر بشه، تا از چنین زاویه‌ای پیشگیری بشه در آینده. اگر نگاه بکنیم به جدول زمانی، حل و فصل شدن این پرونده ممکنه ماها طول بکشه یا حتی سالها. Yes, absolutely. It could do. بله، کاملا. هیئت ایمنی هلندی ها امسال بعد از 5 سال درباره هواپیمای MH17 گزارش خودشون رو منتشر کردن. برای این 5 سال طول کشید بعد از اون گزارش اولیه‌شون که یک سال بعد از حادثه اتفاق منتشر شد. بله، ما ممکنه که ماها باید معطل بشیم، منتظر باشیم، و طبیعتا ایرانی ها هم در ارائه داده ها به فرانسوی ها یا هر سازمان غیر مستقلی ممکنه که اونها هم تأخیر و تعلل کنن. بنابراین من پیش بینی کنم دست کم 6 ماه شاید طول بکشه تا یک گزارش جامع به واقع بی‌طرفانه و مستقل در این باره منتشر بشه. ممنونم آقای نیکلسون. اندرو نیکلسون، مدیر شرکت آسپری فلایت سولوشنز. در روزهای اخیر عده‌ای از زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از تجاوز و آزارهای جنسی پرده برداشتند که سالهاست روح آنها را می‌آزارد و خاطر آنها را پریشان می‌کند. آنچه در این روایت‌ها مشترک است، اعتماد قبلی فرد آزار دیده به آزارگر است و سکوتش به خاطر ترس از واکنش جامعه، خانواده و اطرافیان. بعضی هم سکوت می‌کنند چون به حمایت قانون و مجریان قانون اطمینان ندارند. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. روایت‌هایی از آزار، دست‌های بیشتری بلند می‌شود و زنان بیشتری سکوتشان را می‌شکنند. این روزها شبکه‌های اجتماعی پر از روایت آزار جنسی و تجاوز است. از زنان و بعضاً مردانی که تصمیم گرفتند دیگر ساکت نمانند و این بار سنگین را بعد از مدت‌ها زمین بگذارند. نه تنها خیابان‌ها و خانه‌ها، بلکه پل‌های عابر پیاده هم برای زنان امن نیستند. هستند زنانی که از آزار و اذیت توسط رهگذران روی این پل‌ها خبر دادند. به ویژه پل‌هایی که بیلبوردهای تبلیغاتی دارند و سایه بیلبوردها خلوت ناامنی برای زنان درست کرده.
دو سال پیش 7 نماینده زن مجلس در تذکری کتبی به وزیر کشور و شهرداری تهران خواستار ایمنسازی پل‌های عابر پیاده شده بودند. این واکنش تازه علی عطاست، سخنگوی شورای شهر تهران، به مسئله ناامنی پل‌ها. عدم امنیت زنان در برخی معابر شهری از جمله روی پل‌های عابر پیاده که تابلوهای تبلیغاتی بر روی آنها نصب شدند، دغدغه مهمی است. تبلیغات پل‌های عابر پیاده گاه به متجاوزان فرصت تعدی داده. موضوع را پیگیر خواهم شد و گزارش خواهم کرد. بعضی در خلوت خانه متجاوز آزار دیدند، بعضی در کلاس درس و بعضی هم در خیابان. من مثل همیشه وایساده بودم کنار خیابون که تاکسی بگیرم برم سر کارم. هر چی صبر میکردم هیچ تاکسی وای نمیستاد. من خیلی دیرم شده بود. یه ماشین رد شد. من فکر کردم تاکسیه و جلوش دو تا پسر جوان نشسته بودم. من سریع سوار شدم و آدرس رو گفتم بهشون. یهو سرراش گفت این آقا که بغل من نشسته میخواد فلان جا پیاده شه. اول برم ایشونو برسونم، بعد شما رو برسونم. که من گفتم اوکی مشکل نداره. را مسیر رو پیچید، رفت سمت یه جای دیگه، رفت سمت اتوبان. بعد اون کسی که کمک راننده بود زودتر از ما پیاده شد. بعد این پسره که راننده بود منو برد سمت یه خونه نگه داشت. در خونه باز بود. دست منو کشید دور توی خونه و برد طبقه پایین پارکینگ. بعد اونجا دیدم که اون یکی پسره که کمک راننده بودم اونجا وایساده بود. اول راننده و بعد اون که کمک راننده بود به من تجاوز کردن. تجربه بسیاری از قربانیان تجاوز نشان می‌دهد که بلافاصله بعد از این اتفاق شوکه شدند. بعضی خود را مقصر می‌دانند و بعضی می‌ترسند حرفی بزنند. این به یکی از دوستام زنگ زدم. این دوستم پسر بود و خدا رو شکر عقل کرد و یکی از دوستای دخترمو فرستاد پیشم که با هم رفتیم کلانتری رو شکایت کردیم. از اونجا دیگه دوستم ما نتونست بیاد. مامورای کلانتری من رسوندن اداره آگاهی شاپور، اداره 16 که مخصوص همین تجاوز و اینجور چیزاست. برخورد مسئولان قضایی با آزاردیدگان همیشه مناسب نیست. اولا که با هم مثل مجرم برخورد میکردن، من رو داشتن بازجویی میکردن که به من نامه پزشکی قانونی دادن که برم پزشکی قانونی. اونجا از من پرسید که قبلا رابطه داشتی و من به اشتباه گفتم که آره، که بعدا این تو دادگاه برام درس اساس شد. شکایت ملیکا به محکوم شدن آزارگرش انجام میده. 3 روز تو زندان فشافویه بود تا وثیقش تایید شد. البته به کمک یکی از دوستام تونستم این وکیل رو پیدا کنم. دوستام تو حوزه زنان فعالیت میکنه و از من و یه وکیل برام پیدا کرد که خدا شکر رایگان کار میکرد. چند وقت بعد از اون هم رأی دادگاه برام اومد که نوشته بود این آقا به 2 سال اقامت اجباری در نیکشهر سیستان بلوچستان تبعید شده و اینکه 100 ضربه شلاق هم خورده. یک وکیل دادگستری در تهران که خواست نامی از او برده نشود به ما گفت وکالت عده‌ای از زنانی را که اخیراً گفتند به آنها تجاوز شده بر عهده گرفته. اما در بیشتر موارد فرد آزاردیده از آزارگرش شکایت نمی‌کند یا اصلاً نمی‌داند که چه اقدامی باید انجام دهد. اون چیزی که قربانی باید در اولین فرصت ممکن انجام بده این که به پلیس تماس بگیره، امکان صحبت با پلیس زن اگر که براش فراهم هست انجام بده. معمولا ایستگاه پلیس زن دارن، میتونه صحبت کنه. بلافاصله از طریق پلیس به پزشک قانونی مراجعه کنه، مستندسازی کنه هر اتفاقی که در مورد اون افتاده، اگر لباسی پاره شده، اگر آثار روی بدن وجود داشته باشه، همه اونها باید به وسیله پلیس زن بازدید بشه یا به وسیله قاضی زن یا از اونها عکس برداری بشه. و مجموعه اقداماتی که میتونه انجام بده به این سمتی بره که تجاوز از غیر تجاوز و سلب رضایت قربانی مشخص بشه و کمک بکنه به قاضی که بتونه متجاوز را مجازات کنه. ترس از واکنش خانواده، جامعه و اطرافیان ممکن است به سکوت فرد آزاردیده منجر شود. بعضی از خانواده ها حتی کسی را که آزاردیده مقصر میدانند. توی این پروسه خانوادم، مخصوصا مادرم و همچنین چند تا از دوستان خیلی پشتم بودن، تونستن یه مرهمی بر روی زخم من بذارن. 3 سال پیش و همزمان با بالا گرفتن جنبش میتو یا من هم در سراسر جهان، زنان ایرانی که آزار دیدند هم روایت‌هایی از این آزارها ارائه کردند. اما این بار بازتاب گسترده تری داشته. سوال این است که آیا این بار هم افشای این روایت‌ها زود گذر خواهد بود یا موجی راه خواهد انداخت که به برخورد حقوقی با آزارگران منجر شود؟ فرین عاصمی، BBC.
پورزن، کارشناس مطالعات زنان و از مدیران خانه امن سندگیت از تورنتو کانادا با ما هستن. خانم پورزن، خیلی دشوار حرف زدن از این ماجرا، همین کار رو خیلی سخت میکنه، درسته؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون، دقیقا همینطور هست. من فکر می‌کنم داستانی که خانم محترمی که بیان کردن، داستان شخصیشون رو، خیلی مشابه هست در همه مواردی که آزار جنسی، تعدی جنسی، تجاوز، حتی آزار کلامی و روانی صورت میگیره. ریشه های این موضوع در واقع تاریخ مرد سالاری هستش که نه در یک گوشه دنیا، بلکه متاسفانه در همه دنیا عمومیت داره. حالا تفاوت این که چقدر یک زن قربانی مورد حمایت قرار میگیره که بتونه بیاد و احساس امنیت مناسب در حد مناسبی بکنه که راجع به این موضوع صحبت کنه، علنی کنه، این تفاوت رو بین کشورها ایجاد میکنه که به هر حال سیستم‌های حمایتی از زنان رو در واقع دارن، یا اینکه بر علیه زنان دارن کار میکنن. اگر بخوایم که ریشه یابی کنیم از اینکه چه در واقع ساختارهایی لازم هست، چه زیربناهایی لازم هست برای اینکه یک زن یا دختر قربانی بتونه احساس کنه که میتونه حرفش رو بزنه و کمتر ممکنه که قضاوت بشه، من فکر می‌کنم میتونیم 4 دسته رو بهش اشاره کنیم. یکی ساختار فرهنگ سازی، ساختارهای فرهنگی هستن که باید مداوم روش کار بشه. سیاست‌گذاری‌های قانونی و حمایت‌های اجتماعی، از جمله چند نکته مهمی که دوست عزیزمون اشاره کردن، وکیل رایگان، پلیس‌های در واقع تعلیم دیده، دادستان و قاضی دیده، و همچنین مراکز و نهادهای غیر دولتی و غیر وابسته که حمایت از زنان رو به عهده دارن. در واقع در مورد مراکز غیر دولتی، چون شما خودتون در یک نهاد حمایتی کار میکنید، چقدر این نهادها مؤثر هستند، به کار قربانیون میان؟ من فکر میکنم که نقطه اولیه، یعنی اولین نقطه‌ای که یک زن میتونه احساس امنیت بکنه، اون نقطه‌ای هست که تصمیم میگیره تلفن رو برداره و با ما و یا نهادهای مانند ما در واقع تماس بگیره. سرویس هایی که در ارائه میشه، ما اینجا بهش میگیم رپ اراوند سرویس، که میشه به فارسی من فکر میکنم بشه مثلا خدمات دوره کننده. ما اون زن رو دیگه به قول معروف نمیفرستیم به جای دیگه، تمام سرویس هایی رو که لازم داره ما در محل حاضر میکنیم. پلیس میخواد شکایت کنه، ما از پلیس خواهش میکنیم بیاد در محل، به جای اینکه برای یک زن بسیار دشوار هست که به پاسگاه پلیس یا مرکز پلیس بره و در مورد تجاوز جنسی صحبت کنه. ما در راحت ترین حالت این امکان رو فراهم میکنیم. اگر لازم آزمایشات پزشکی انجام بشه، اون رو به بیمارستان یا پزشک قانونی نمیفرستیم، به مراکزی که تربیت شدن برای اینکه تجاوز جنسی، آزار جنسی رو تشخیص بدن و حمایتگر هستن، نه سوالگر، نه بازجو کننده میفرستیم، یا اینکه اونها میان به مراکز ما. وکیل رایگان، مددکار، مشاوره رایگان، و حتی اگر اون زن احساس کنه که خب حالا که این حرفو زدم یا حالا دیگه امن نیستم که برگردم خونه، خب در واقع خانه های امن رو هم در اختیار میذاریم. یعنی ورود به مراکز حمایتی زنان نقطه اولیه ای هست که ما میتونیم تمام سرویس های لازم رو بیاریم و در اطراف اون زن، به جای اینکه این زن از کلانتری پاشه بره پزشک قانونی، بعد بره دادگاه، بعد بره وکیل پیدا کنه، ما این کار رو برای اون زنان انجام میدیم. و خب این یک حمایت خیلی بزرگی هست. ما همیشه میگیم ساعات اولیه، روزهای اولیه، حتی هفته های اولیه بعد از اینکه یک زن اعلام میکنه مورد خشونت قرار گرفته، چه خشونت خانگی، چه خشونت سر کار و هر تعرض جنسی، بالاترین خطر رو اون زن برای خودکشی، برای مسائل روانی و برای اینکه مورد خشونت مجدد قرار بگیره داره.
اون محدوده زمانی بسیار مهم هست که ما چه میکنیم برای اون زن. چقدر در ایران مثلا پلیس، نیروهای انتظامی فضا رو مساعد کردن که یک قربانی تجاوز به اونها مراجعه بکنه؟ تصور من این هست که بسیار کم، بسیار حتی ناچیز، حتی شاید منفی، به خاطر اینکه حتی اگر در مورد کشوری مثل کانادا حرف بزنیم، ما روزانه باید دائما با پلیس داره مدام این در واقع آموزش ها رو هی مدام دارن تکرار میکنن و هنوز هم ما به نقطه ایدئال نیستیم. حالا فکر کنید کشوری مثل ایران که یک سیستم ایدئولوژیک سیاسی قانونی بهش حاکم هست، قانون مجازاتی که اجازه میده به پدر به دلایل ناموسی دخترش رو بکشه، قانون مجازاتی که حمایت نمیکنه از قربانی، بلکه قربانی رو هم همونجور که دوست عزیزمون اشاره کردن به عنوان بازجویی میکنه و مورد اتهام قرار میده. خب مسلما اون پلیس هم پلیس آموزش دیده ای نیست، مسلما اون پلیس هم داره در واقع آنچه که بهش در سیستم کلان آموزش داده شده رو پیاده میکنه و چراهایی که به زنها گفت چرا اینجا بودی، چرا در پل عابر پیاده در تاریکی راه میرفتی، چرا لباس نامناسب پوشیدی، چرا خونه کسی رفتی، چرا مهمونی رفتی، و همه این چراها که قضاوتهای بیپایانی رو برای زنها میاره، طبیعتا پلیس هم جزء اون سیستم هست و جزء سیستم سرکوبگری که زنان رو سالیان سال هستش که محدود و محدودتر میکنه. ممنونم از لیلی پورزند، کارشناس مطالعات زنان در تورنتوی کانادا. محمد حسین آقاسی، وکیل پایه‌یک دادگستری هم از تهران با ما هستند. آقای آقاسی، در مورد قانون میخوایم از شما بپرسیم چقدر حمایت قانونی وجود داره از یک زن قربانی تجاوز، یک دختر قربانی تجاوز؟ اگر که دلایل کافی برای اثبات ادعایی که صورت میگیره و مطرح میشه وجود داشته باشه، قانون حمایت میکنه و میتونه شاکی امیدوار باشه که در واقع آلامش تسکین پیدا بکنه. اما اگر که فقط ادعا باشه، مثل اونچه که معمولا در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا صورت میگیره و ما دیدیم که کسانی میآمدن و ادعا میکردن 20 سال یا 31 سال پیش فلان سناتور یا فلان کارگردان یا تهیه کننده او رو مورد آزار قرار داده و دادگاه تشکیل میشد و رسیدگی میکرد به این اتهامات، چنین مسائلی در ایران امکان پذیر نیست متاسفانه و امکان حمایت از چنین شاکی هایی و یا مدعیانی وجود نداره. قانون به خصوص در مراتب منافیات عفت و اموری که مسائل ناموسی هست در قانون مجازات اسلامی با حساسیت کافی نسبت به حقوق زنها واکنش نشون نمیده و بسیار سختگیرانه هست برای اینکه یک کسی که قربانی هست در اینجا و باید مورد حمایت قرار بگیره، مورد حمایت قرار بگیره، قرار نخواهد گرفت. منظور جمله من این هست که قانون به شکلی که لازم هست تدوین نشده و بیشتر به جنبه‌های شرعی قضیه پرداخته شده. ما در گذشته دیدیم که یک سیاستمدار بسیار شناخته شده، مثلا کسی به اسم دامینیک استراوس‌کان فرانسوی، در نیویورک گرفتار شد به خاطر ادعایی که علیه او مطرح بود. این آدم شانس اول ریاست جمهوری بود، این شانس رو از دست داد، بعدن هم البته تبرئه شد. قانون در خیلی از جاها تا این اندازه در این زمینه سختگیره، چرا در ایران اون سختگیری نیست که شما اشاره کردید؟ شاید من بتونم به فرمایش شما استناد بکنم در این مورد که کسی که میادم میاد موضوعش رو قرار بود که به عنوان یک شانس برتر در فرانسه کاندیدای ریاست جمهوری بشه، مورد اتهام قرار گرفت و برای دستگاه قضایی ثابت نشد که اون ادعا و اون شکایت درست بوده. اما ضربه‌ای که به این مرد وارد شد و به خانواده‌اش بسیار سنگین و جبران ناپذیر بود. در مقرراتی که در ایران داریم به این موضوع توجه شده که اگر کسی آمد موضوعی رو مطرح کرد بدون اینکه دلایل کافی در اختیار داشته باشه، بهش ترتیب اثر نمیدن، چرا که این سوی قضیه را هم
بهش توجه میکنن که اگر بخوان بررسی بکنن ممکنه که لطمه ای وارد بشه به اون مرد که هرگز جبران نشه کرد. در مورد شواهد اشاره کردید، بسیار سخت در این جور موارد که شواهد رو ارائه بکنه، خصوصا قربانی، چون معمولا در حالت غافلگیری انجام میشه، انتظارش رو نداره. قربانیان چه ملاحظاتی رو باید در نظر بگیرن؟ چطور میتونن از حقوقشون دفاع کنن یا متوجه باشن که شواهد رو پیدا بکنن، ارائه بکنند؟ ما باید قائل بشیم بین آزار جنسی و تجاوز، در برخی از پرونده ها وقتی که کسی ادعا میکنه، پرونده هایی رو حتی در سطح مطبوعات هم مطرح شد، تو اندازه‌ای به صورت سربسته زنی میآمد ادعا میکرد که به من بارها فلان کس تجاوز کرده. خب دادگاه از اون پرسه که اولین بار که به تو تجاوز کرد یا اولین بار که تو را مورد آزار قرار داد چرا شکایت نکردی؟ چون سوالتون بر این اساس هست که چه راهنمایی به عنوان یک وکیل من میتونم در این موارد مطرح بکنم، این هست که ظاهرا خانم پورزن هم راجع به این مسئله اشاره فرمودن. به محض اینکه این اتفاق به صورت قهری و جبر و زور صورت میگیره، بلافاصله پس از رفع سلطه مرد و متجاوز باید کسی که قربانی هست شکایت بکنه و آثار وقوع این جرم رو از بین نبره، بلکه در اختیار پزشکی قانونی قرار بگیره و بلافاصله هم معمولا در دادسراها چنین افرادی رو به پزشکی قانونی معرفی میکنن. اما در مورد عمل زنا این کار به سختی امکان پذیر هست و حتی در مواردی من برخورد داشتم که قاضی میگه شاید تو خودت رو زخمی کردی، تو شاید خودت خواستی. چرا؟ این سوالاتی که مطرح کردن و البته مورد پسند من نیست. باید در چنین مواردی قربانی که مستأصل هست و به هر حال هیچ کس علاقه من نیست که در یه همچین وضعیت قرار بگیره، مورد حمایت قرار بگیره. های آقاسی، شما خودتون احتمالاً با این پرونده ها سر و کار داشتید یا همکاران شما، چقدر واقعاً یه قربانی که از نظر شما هم حرفش قابل دفاع بوده، قابل باور بوده، چنین تجربه‌ای داشته، تونسته در دادگاه ها پرونده خودش رو به نتیجه برسونه، فردی که خاطی هست رو به عدالت بسپره؟ در مورد زنا، به خصوص در زنای محسنه، اگر که کسی آمد و صحبتی مطرح کرد، حالا چه در اینجا شوهر اون زن باشه یا خود زن باشه، این کار صرفاً از طرق دلایل شرعی که یا چهار بار اقرار هست و یا شاهد عادل که معمولاً امکان پذیر نیست چنین افرادی پیدا بشن که شاهد زنا باشن و بیان شهادت بدن و در زمان وقوع جرم هیچ گونه عکس العمل نداشته باشن، بسیار بسیار بعیده که اثبات بشه. اگر گاهی ما میدیدیم که سنگساری صورت میگرفت، اتفاقاتی بود که غیر قابل انکار بود، بنابراین فقط دلایل شرعی در اونجا امکان پذیر است ارائه بگیره. اما در مورد آزار جنسی و یا حمله به افراد و یا اقداماتی که الان روش صحبت شد، باید سعی بکنه شخصی که مورد هجوم قرار گرفته به شکلی از اشکال با فریاد زدن و با سر و صدا کردن نظر دیگران رو جلب بکنه به این واقعی که داره صورت میگیره و یا حداقل آثاری در اون شخص مهاجم و در خودش وجود داشته باشه که بتونه اثبات بکنه، و الا بسیار بسیار سخت. جز پرونده‌هایی هستش که خیلی از وکلا قبول نمی‌کنن چون اثباتش مشکل هست. بسیار ممنونم از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. روند افت شاخص بورس تهران که از دو هفته پیش شروع شده امروز هم ادامه پیدا کرده و شاخص کل بازار سهام 3.7% پایین رفت. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران دولت را به بی‌مسئولیتی متهم کرده و گفته که افت قیمت سهام باعث شده 1500 میلیارد تومان سرمایه مردم از دست برود. بهرنگ تاجدین گزارش میدهد، با این یادآوری که برای خرید یا فروش سهام به اطلاعات این گزارش اتکا نکنید و حتما از مشاوران مالی صاحب صلاحیت مشورت بگیرید. 8 ماه است که بورس تهران به این ساختمان نقل مکان کرده و در این مدت بیش از همیشه چشم میلیون ها ایرانی به این بازار بوده. بازاری که ماه ها بود شاخصهایش همینطور بالا و بالاتر می رفت
و حالا دو هفته است که دارند پایین می آیند. امروز شاخص اصلی بورس تهران با 65 هزار واحد کاهش به 1,662,000 واحد رسید. بقیه شاخص ها هم افت مشابهی داشتند. بعضی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت معتقدند دولت باید جلوی کاهش ارزش سهام را بگیرد. یک نماینده عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به افت شاخص بورس نوشته تمام وعده ها و اقدامات دولت برای بازگرداندن بازار به ریل عادی ثمر نداده است. حدود 1.5 تریلیون تومان 25% کل ارزش بورس پود شده و از دست رفته. واقعا دولت مقابل آب شدن سرمایه مردم احساس مسئولیت دارد؟ پاسخ این سوال که عملکرد بازار سهام مثبت بوده یا منفی بستگی به بازه زمانی بررسی دارد. اگر به تغییرات شاخص کل در دو هفته اخیر نگاه کنیم میبینیم که با حدود 20% کاهش از 2,078,000 واحد به 1,662,000 واحد رسیده. ولی اگر به جای دو هفته تغییرات آن در 3 ماه اخیر را ببینیم مشخص میشود که بیش از 70% رشد کرده. اگر هم عملکرد یک ساله بورس تهران را بسنجیم می‌بینیم که شاخص کل بیش از 500% رشد داشته و رقم امروز شاخص بیش از 6 برابر میزان آن پارسال در همین روز است. مخصوصاً به وزیر اقتصاد، به رئیس بانک مرکزی، رئیس جمهوری ایران چهارشنبه وعده داده بود که افت شاخص بورس موقتی است. منتها مردم بدونن این ذات بازار بورس، خط مستقیم تو بورس تحقق پیدا، تو اقتصاد تحقق پیدا نمیکنه. از یه خطی باشه همجوری مستقیم بره بالا، این خط شکستگی داره، میاد پایین میاد بالا. مهم اینه در طول سال به سمت بالا باشه، به سمت پایین نباشه، و انشالله خواهد بودین. ما این رو حفظ میکنیم برای مردم. رشد قابل توجه ارزش سهام در ماهای اخیر در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود ناشی از تحریم و کرونا دست و پنجه نرم می کند نشان می دهد که بازار بورس لزوماً نماد وضع کل اقتصاد نیست. از طرف دیگر علاوه بر عملکرد تک تک شرکت ها، عواملی مثل قیمت ارز، نرخ سود بانکی و وضعیت بازارهای دیگری نظیر مسکن، خودرو و طلا هم روی افت و خیز شاخص بورس تأثیر می‌گذارند، چرا که می‌توانند باعث جذب سرمایه‌ها به بورس یا هدایت آنها به بازارهای دیگر شوند. همه این فاکتورها در کنار امکان دخالت دولت در بازار باعث می‌شود که پیش‌بینی روند آینده بازار بورس کار دشواری باشد، بازاری که میلیون‌ها ایرانی رویش حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق پادگان تاجی را تخلیه کردند و کنترل آن را به نیروهای عراقی سپردند. پیشترین پایگاه در شمال بغداد چند بار هدف حمله گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران قرار گرفته بود که خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستند. همزمان در جنوب عراق به دنبال قتل چند فعال سیاسی ناآرامی‌ها ادامه دارد. معترضان چند پایگاه نیروهای نزدیک به ایران را که می‌گویند مسئول این قتل‌ها هستند به آتش کشیدند. کسری ناجی گزارش می‌دهد. تظاهر کنندگان در ناصریه، حمله به دفاتر احزاب طرفدار ایران، دفاتر حزب دعوه و سازمان بدر با بولدوزر. تظاهر کنندگان گروه های تحت حمایت ایران را مسئول چند قتل سیاسی می دانند. اینجا و در بصره در روزهای اخیر. تازه ترین این قتل ها قتل این زن ریحام یعقوب، فعال سیاسی که سازمانده چند تظاهرات زنان بود. او چهارشنبه در این اتومبیل با رگبار گلوله چند مرد مهاجم که سوار بر موتورسیکلت بودند کشته شد. 3 نفر دیگر هم که در اتومبیل بودند به شدت مجروح شدند. سایت خبرگزاری مهر در ایران قبلا ریحام یعقوب را متهم به طرفداری از آمریکا کرده بود و بدنام کردن ایران. اتهامی که این خبرگزاری چند روز قبل از قتل ریحام آن را تکرار کرد. بصره و ناصریه هر دو صحنه تظاهرات گسترده بودند. اینجا حمله به دفتر محلی پارلمان عراق. تظاهر کنندگان میگویند مقام های کشور صدای آنها را نمیشنوند و نیروهای امنیتی هم تحت نفوذ ایران هستند. نخست وزیر عراق دیشب کمی بعد از برگشتن از سفر به آمریکا به بصره آمد.
برای دلجویی از مردم. او گفت پیامش به جانیان قاتلان این است که امنیت رو برمیگردانیم و از جنایت ها جلوگیری میکنیم و مسببان این قتل ها رو به دست عدالت میدهیم. نخست وزیر عراق حالا رئیس پلیس و چند نفر از مقام های بصره را برکنار کرده است. چند ماه پیش هم در بصره افراد گروهی به اسم سار الله به دستور او دستگیر شدند و دفاتر گروه کتائب حزب الله مورد بازرسی و جستجو قرار گرفت. رحم یعقوب دکتر طب بود و از مدافعان حقوق زنان. قتل او و فعالان اجتماعی دیگر در هفته‌های اخیر نگرانی‌های زیادی در عراق ایجاد کرده است. در مورد بالا گرفتن خشونت در کشور. در 20 کیلومتری شمال عراق نیروهای آمریکایی بخشی از ائتلاف بین‌المللی علیه داعش امروز با خروج از اردوگاه نظامی تاجی آن را تحویل نیروهای عراقی دادند. کمپ تاجی هشتمین پایگاه در عراق است که آمریکا در 6 ماه گذشته تخلیه می‌کند. جزئی از برنامه رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی در عراق. این پایگاه بارها هدف موشک‌های نیروهای طرفدار ایران قرار گرفت. در یک حمله 3 نفر از نیروهای ائتلاف اینجا کشته شدند. فرمانده نیروهای آمریکایی در این پایگاه میگوید این کشور باند پرواز این اردوگاه را برای نیروهای عراقی ترمیم کرده و تجهیزات و تسلیحاتی به ارزش $347 میلیون برای نیروهای عراقی جا میگذارد. و این سخنگوی فرماندهی نیروی عملیاتی ارتش عراق میگوید همکاری ها با نیروهای ائتلاف ادامه خواهد داشت، چه در ارتباط با مقابله با تروریسم و چه در زمینه آموزش نیروهای عراقی. آمریکا نگفته است که کی باقی نیروهایش را از عراق خارج میکند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق یکی از خواسته های ایران و نیروهای طرفدار ایران در عراق است. کسرنجی، بی بی سی. از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا در ایران دولت اعلام کرده که درمان مبتلایان رایگان است، اما در هفته‌های اخیر شهروندان و حتی بعضی از مقام‌ها از هزینه‌های بالای درمان کرونا خبر دادند، از 5 میلیون تا 100 میلیون تومان. ماجرا چیست و چرا هزینه‌ها اینقدر متغیرند؟ فرنین تقی‌زاده گزارش می‌دهد. هفته پیش تو بیمارستان میلاد بستری شده به خاطر کرونا. یه نسخه دادن دست پدر من، تو کل شهر افتاده. یه پیرمرد ضعیف افتاده تو کل شهر تهران، قرص دارو پیدا کنه برای بچهش. هر جا رفته گفتن نداریم، باید خود بیمارستان اینو بده. دیروز صبح رفته گفته آقا هیچ چا پیدا نمی کنیم. گفته خودتون تهیه کنیم، پولش هر چقدر باشه من میدم. قرصو بهش دادن، گفتن آمپورم باید براش بگیرید. بعد زنگ زده گفته من قرصو فرستادم بالا، میرم برای پیگیری آمپور. بچم حالش بده، بهش رسیده کنید. گفتم بچه اسمش چیه؟ بابام که اسم داداشم رو گفته. گفتم فوت شده دیگه، نیازی نیست آمپور بخری. آنهایی که به دلیل کرونا سر و کارشان به بیمارستان در ایران میافتد، تجربه این زن را از نزدیک حس کردند. از سردرگمی در پیدا کردن تخت خالی برای بستری شدن گرفته تا تهیه داروی مورد نیاز بیمارشان. بیمار قبل از بستری شدن نیاز به تست کرونا دارد، اما بر اساس تجربه شهروندان هزینه تست ها در ایران متغیر است. مسئولین نظام بهداشتی ایران در مورد هزینه تست کرونا تا کنون اینطور گفتند. در بخش سرپایی بیمار ویزیت تخصصی می شود و اگر در ابتدا به مراکز 16 ساعته بهداشت مراجعه کند، خدمات دریافتی تقریبا رایگان است. آزمایش تشخیص مولکولی کووید 19 در بخش دولتی حدود 230 هزار تومان و در بخش خصوصی حدود 587 هزار تومان است. خودم کرونا گرفتم ولی جرئت نکردم برم بیمارستان. بیمارستان دولتی که با اون وضع افتضاح و 2 روز بعد پشت در بیمارستان باشی تا نوبتت چه بری داخل، خصوصی هم که با اون مبالغ هنگفت که من پسر خالم کرونا گرفته بود، بیمارستان خصوصی هم اول 50 میلیون پول داده بودن، 2 تا آمپول رفته گرفته دونه 20 میلیون 40 میلیون با هزینه دارو ماروایی که بهشون دادن اینا جمعا میگفت 95 میلیون حسابش شد.
واسه همین که دوستم یه شماره دکتر به من داد، گفتش که دکتر خصوصی میاد خونه. منم حالم خیلی بد بود، بدن درد شدید داشتم، تبم خیلی بالا بود، اکسیژن خونم پایین بود، تقریبا حالت بیهوشی داشت بهم دست میداد، که دیگه دکتر رو گفتم اومد دستمزدش رو 11 میلیون تومان گرفت و حدود 2 میلیون تومان داروام شد. دولت ایران در ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا هزینه‌های درمان را رایگان اعلام کرده بود، اما آنچه شهروندان می‌گویند این هزینه‌ها بستگی به این شرایط دارند: بیمارستان دولتی باشد یا خصوصی، نوع دارویی که استفاده می‌شود، سی تی اسکن ریه و آزمایش‌های پی سی آر، بستری شدن در آی سی یو و مدت زمان بستری. 126 میلیون هزینه شد، به علاوه اون حالا یه سری 4-5 میلیونی هم هزینه جداگانه بود که ما دادیم، بیمه انقدر داد. بعد من بهشون میگم آقا چرا اینطوریه؟ اینطوری به من میگن خب اینو بیمه میده، تو که نمیدی که. گفتم آقا ربطی نداره من میدم یا بیمه داره میده. خب من الان 26 میلیون پول نقد به شما دادم، 100 میلیونش هم بیمه داده. خب اشکال متوجه میشید چه مزخرفاتی توش زده. 315 دفعه آزمایش خون. میخوام ببینم چطوری یه آدم تو 14 روز 315 دفعه میتونه آزمایش خون بده. یا ایشون 14 روز از روزی که من خودم اینو بردم تو بیمارستان تا لحظه ای که جنازه‌شو تحویل ما دادن 14 روز شد، اما اینجا زده 18 روز فقط آی سی یو، در صورتی که نبوده. این دیگه دزدی علنیه. یعنی دیگه بعد بیمارستانی که به اسم سپاهه، اسمش بقیت الله، خیلی سعی میکنه خودشو مثلا خوب معرفی بکنه، کادر درمان واقعا بد، یعنی یه کادر درمان من ندیدم اونجا بالا سر داداشم باشه. همه به هر کی میگفتیم آقا این حالش چطوری، میگم من نمیدونم. گفتم چطوری نمیدونی؟ میگم من نیروی جهادی ام، که یه روز من مجبور شدم اونجا داد و بیداد کنم، بگم آقا نیروی جهادی که جاش تو آی سی یو نیست عزیز من، که نیروی جهادی جاش یه جای دیگه است. این ارقام در حالی بر خانواده ها تحمیل می شود که چندین برابر حقوق یک کارگر ساده در ایران می تواند باشد. حداقل دستمزد ماهیانه یک کارگر چیزی حدود 1,800,000 تومان است. اگر بابت درمان کرونا 5 میلیون تومان بپردازد، یعنی بیش از 2 ماه حقوق، و اگر 100 میلیون تومان هزینه شود، معادل تمام حقوق 4.5 سال است. من یکی از پرسنل کادر درمان هستم که در زمینه ازام بیماره خصوص تو مارسانه خصوصی، یا یعنی که مریضه کوویدی که حتی مارسان دولتی هم دارن کیر میگیرن، تا حدودی اطلاعات دارم. ببینید الان ما برای مریضی که بخواد تو مارسانه خصوصی بستری بشه تو سانتر کووید، تو بعد ورود مثلا تو چند تا از مارسانه تهران که من خودم در جریانم، حداقل 40-50 میلیون تومان ودیعه میگیرن. به خاطر همین اینا رو به همراه میگن که آقا اگه مریض تو دوست داری برو اینا رو تهیه کن بیار براش بزنیم، اگر هم نمیخوای که هیچی، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم دیگه. باد آباد. در ایران تبلیغ تست کرونا ممنوع شده، اما تبلیغات و فروش غیرقانونی داروهایی که گمان می‌رود تأثیری در بهبود بیماری کرونا دارند همچنان در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شوند و به نظر می‌رسد نظارتی بر این فعالیت‌ها وجود ندارد. فرن تقی‌زاده، بی بی سی. تا حدود نیم ساعت دیگه در لیسبون قهرمان جدید لیگ قهرمانان اروپا جام رو بالای سر خودش خواهد برد. در زمین قهرمانان لیگ های آلمان و فرانسه با هم روبرو میشن. بایرن مونیخ با سابقه 10 حضور در فینال و 5 قهرمانی و در طرف دیگه پاریس سن ژرمن که برای اولین بار به فینال رسیده. پوریا ژافره از آخرین آمادگی های دو تیم برای این مسابقه گزارش میده. اینها معدود هوادارانی هستند که خود را به لیسبون رساندند. هرچند هیچ کدامشان راهی به استادیوم مسابقه فینال نخواهند داشت. فینالی متفاوت از همیشه، البته در سالی متفاوت از همیشه. بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن آماده ترین تیم های این لحظه اروپا برای پربیننده ترین جام باشگاهی فوتبال جهان. بخت اصلی قهرمانی بایرن خواهد بود، هم به خاطر تجربه و هم سابقه در این مسابقه ها، هم فرم عالی این تیم در سال 2020 قبل و بعد از وقفه کرونا. تیمی که در 8.5 ماه گذشته به جز یک مساوی 0-0 همه بازی‌هایش رو برده. 28 پیروزی که معروف‌ترینش همین آخری با نتیجه 8-2 جلوی بارسلونا بود.
لواندوفسکی، گنابری و مولر، مهاجمان بایرن با اعتماد به نفس مثال زدنی می توانند دروازه هر تیمی را باز کنند و احساس می کنند این بهترین فرصت برای گرفتن ششمین قهرمانی در قاره است. داریم جلوی بهترین تیم لیگ قهرمانان بازی میکنیم. بارسلونا و لیون تیمای خوبی بودن. به خصوص جلوی لیون یه ذره خوششانس بودیم. ولی در نهایت نقشه ما عملی شد. حالا جلوی پاریس سن ژرمن بازی میکنیم که یه تیم فوق‌العاده است. ولی همین مسئله که جلوی بهترین ها بازی میکنیم به بچه های ما انگیزه میده تا خودشونو ثابت کنن. فینال لیگ قهرمانان خیلی خاصه و بعدش پادشاه جدید تاجگذاری میشه. اما برای پاریس سن ژرمن هم این مسابقه شانسی استثنایی است که برای اولین بار قهرمان اروپا شود. مالکان قطری این تک باشگاه فوتبال پاریس بعد از سالها سرمایه گذاری سنگین حالا در آستانه رسیدن به نهایت جاه طلبیشان هستند. نیمار برزیلی و امباپه ساخت وطن با ارزش مجموع بالای 400 میلیون دلار امید اصلی پاریس سن ژرمن برای پیروزی هستند. بردی که برای فوتبال فرانسه هم حیثیتی است. من دقیقا برای همچین مسابقه هایی به این باشگاه اومدم. همیشه گفتم که میخوام تو فوتبال فرانسه تاریخ ساز بشم. از سال 2017 که به پاریس سن ژرمن اومدم چند بار سرخورده شدیم و به فینال نرسیدیم. ولی این بار نشون دادم که نه خودم به راحتی تسلیم میشم نه این تیم عقب نشینی میکنه. این یک پاداش واقعی اگه تیم فرانسوی بتونه جام رو ببره. این هدف ماست. هدفی که براش اومدیم اینجا. تا حدی که پلیس پاریس بسیج شده تا در صورت برد احتمالی این تیم امشب در پاریس از جمع شدن و جشن گرفتن هواداران جلوگیری کند. پوریا جافره، بی بی سی. ممنونم که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و همینطور برنامه‌های قبلی ما روی وبسایت ما هست bbcpersian.com و همینطور روی سایت ما در یوتیوب یا کانال ما در یوتیوب که میتونید به کانال ما در یوتیوب هم مراجعه کنید. ممنونم از همراهی شما. شب و روز بر شما خوش.